توضیحی عرض میکنم. رهبر جمهوری اسلامی بالاخره صدای مردم را شنید، اما باز هم به دشمن نسبتش داد. امروز مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور، امید بستن به اعتراضات مردمی است. واکنش علی خامنه‌ای به موج گسترده اعتراض‌های مردمی در ماه‌های اخیر که علیه او و جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. در حالی که شعارها در تمجید از خاندان پهلوی حالا به اعتراض‌ها محدود نمانده و به ورزشگاه‌ها هم رسیده. او اگرچه تلاش کرد انکار کند که خواسته مردم در خیابان چیست، اما نشان داد که سخنان روز جمعه شاهزاده رضا پهلوی را از همیشه جدی‌تر گرفته. در دوران حاکمیت فاسد و وابسته پهلوی، سبک زندگی غربی در کشور بود. انقلاب آمد اونو پس زد، هر کس برگرده به اون مرتجع. وقتی که دست کم در خلوت خود از همصدایی مردم با این صدا خبردار است. شما به این آگاهی و خرد جمعی رسیده اید که بیکفایتی، فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی فقط جان مردم یک شهر یا استان، یک قوم یا باور خاص را نمی گیرد، بلکه همه ایرانیان را داغدار می کند. ترسی که باعث شده از تاریخ مثال بیاورد و هشدار دهد. انقلاب کبیر فرانسه بعد از حدود 12-13 سال، انقلابی که علیه پادشاهی، علیه سلطنت به وجود آمده بود، بعد از 12-13 سال مجدداً کشور فرانسه سلطنتی شد. نگران تکرار تاریخ و ماندگاری این صداها دوباره از همان خیابان‌ها. تلاش برای رد شعارهای مردم معترضی که میگویند حکومت روحانیون را نمیخواهند. اما خامنه‌ای مدعی است مردم او را میخواهند. مردم امروز گرایششون به انقلاب و به دین از روز اول انقلاب یقینا بیشتره. در همین سرودی که این روزها پخش شده، شاهدش هم مردمی است که او از طریق بسیج به ورزشگاه کشاند تا به طور سازماندهی شده صدایی را فریاد بزنند که او دوست دارد بشنود. سلام فرمانده سید علی، دهه نودی هاش و فرازنده. برخلاف سخنان شاهزاده رضا پهلوی که میگوید هدفش تقویت صدای مردم است. اعتبار و اعتمادی که نسبت به من هست در میان همیهنانم، میخوام به مصرف حمایت از خواسته اونها، رساندن صدایشان و تقویت نیروهاشون انجام بدم، نه اینکه بخوام براشون نسخه بپیچم. اما خامنه‌ای در روزی که چهره‌های مغضوب دیروز و امروز جمهوری اسلامی را پیش روی خود داشت، ترجیح داد در کنار مسئولینی بایستد که متهم به فسادند، از رئیس مجلس تا فرماندهان سپاه و دبیر شورای عالی امنیت ملی. امروز که دشمن در صدد تخریب مسئولان انقلابی است، وظیفه قدرشناسی وظیفه سنگینی است. باید از مسئولین قدرشناسی کرد. در واکنش به فاجعه فروریختن برج متروپول که آواربرداری از فسادی سازمان یافته بود، خامنه‌ای بی‌توجه به صدای اعتراض مردم از کمکاری‌ها در آواربرداری، یک بار دیگر مشخص کرد که کدام طرف ایستاده. اینی که رئیس جمهور محترم یا معاون او میرن با آسیب دیدگان قضیه ملاقات میکنن، به اونا تسلم میدن، آرامش میدن به دلهای اونا، اینا خیلی با ارزشه. از اینا باید قدرشناسی بشه. در سال مرگ بنیانگذار انقلابی که از همان روزهای اول به بیراهه رفت، رهبر جمهوری اسلامی مردم را مهم دانست. که می دانند جمهوری اسلامی به اون عامل خیلی اهمیت میده و اون عامل مردم است. اما ترجیح داد با تحریف مفاهیم. مرتجع یعنی چه؟ و
و انکار معترضان با مزدور پروری نتیجه بگیرد که همه راه ها به او ختم می شود. در روزی که به نظر می رسید او بیش از همیشه نگران فاصله اجتماعی حد اکثری مردم ایران با خودش شده. مشتبه پور محسن، لندن.